به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزمون در سرتاسر جهان، امیدوارم شاد و سلامت باشید. مصاحبه‌ای دارم با آقای دکتر حمید شفیع‌زاده. می‌خوایم درباره این دلار افسارگسیخته صحبت کنیم که الان از مرز 60,000 تومان هم بالا رفتش و در واقع تیم اقتصادی آقای دولت آقای رئیسی که ناکارآمد هستن این رو نتونستن مهار کنن و میدونیم که این دلار دست یه مافیاست، مافیای تلگرامی. حالا یه نکته رو بعدا میخونم که روشن بشه. در هر صورت ما اعتراض داریم به تیم آقای رئیسی و به این که چرا آقای رئیسی تیم اقتصادیشون رو با دقت بیشتری انتخاب نکردن. مثلا من همینجا بگم آقای دکتر، پیش از اینکه شما شروع کنین، رئیس بانک مرکزی آقای فرزین اومدش و گفتش به هر کسی که میخواد سفر کنه 1,000 دلار میدیم. خب برای چی؟ اون کسی که سفر نمیکنه چی؟ برای چی باید 1,000 دلار از خزانه دولت و از ارزی که حالا انباش شده اگر که باشه بدن به کسانی که میخوان برن ترکیه و دبی و نمیدونم جاهای دیگه؟ برای چی؟ کسی میخواد بره سفر بره دلار بخره. یعنی میخوام بگم این بخشو پخش کردن دلار تو بازار اصلا و ابدا خب میگم عدالت توش نیست. در صورت ما درباره این موضوع صحبت میکنیم. آقای دکتر به شما خوش آمد میگم، بفرمایین و آغاز کنین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانم، شنوندگان و بینندگان گرامی. به هر حال شما موضوع مطرح کردین و واقعا این دلار یه مصیبتیه، یه خلاف سردرگمیه که آیتم‌های مختلفی تأثیر داره. از حضور شما که مهمترین مؤلفه‌ای که رو همه چیز اقتصاد ما تأثیر میذاره در واقع نرخ دلار یا همون تورمه. دو تا رو میشه تقریبا یه جور تعریف کرد. و اینکه چرا باید تو مملکت ما اینقدر تورم باشه و چرا تورم فقط همیشه فشارش رو دوش یه سری از اقشار محروم که عمده مردم ایران حدود 70-80% مردم هستن باشد و همیشه قوانین به نفع سرمایه دارا ثروتمندان باشه. مثل همین قانون 1,000 دلار که میتونن هنگام خروج از کشور بگیرن، اونم با عرض هولوشی 34-35 تومان. یعنی شما در واقع به هر ثروتمند اینجوری چیزی حدودی 17 میلیون رایگان میدین که بره سفر، بره ترکیه بگرده، بره تایلند بگرده، اونجا بیماری مقاربتی، بیماری چایبی بگیره، بیاد اینجا به مردم بدبخت بده. 17 میلیون آقای دکتر، 17 میلیون از کجا میاد؟ اینا با دلار هولوشی 32-33 تومن بهشون میدن خانم زمانی، این 1,000 دلار. خب این 1,000 دلار خب بازم اونم باشه بله، در صورت 17 میلیون بیشتر میشه آقای دکتر. الان که 60 دلار تو بازار آزاد، درست شما میگین دلار 30 تومن بهشون میدن هر چی؟ حالا هولوشی 15-16 تومن، حالا رو 15-16 تومنش کاری نمیدونم چون دلار هم میشه 30 میلیون تومن، 34 تومن هم باشه میشه 34 میلیون تومن 1000 دلار. 4 میلیون باید پول بدم، ولی ما با تفاوتش با بیرون هولوشی 15-16-17 تومن. نه دیگه، همون هولوشی 30 تومن میشه اینطوری هم بخوایم حساب کنیم. بله، حال در هر صورت بله بفرمایید. پولی که باید بدی چون نرخ 1,000 دلاره الانه، درسته الانه نفر 60 میلیون بدن، آره حدودی 30 میلیون، ببخشید من اشتباه حساب کردم. بله. حالا 30 میلیون تومن تو هول قوم ثروتمندا میریزه که شما
هفتم حالا ممکنه هفتم اون ثروتمندم نباشن آقای دکتر، ولی در هر صورت کی میتونه به ارتباط چیه؟ افرادی هستن که وضعشون میرسه بلیت هواپیما بخرن و نمیدونم چی بخرن، $1000 هم ببرن اونجا خرج کنن. بالاخره دم عید مافیای ترکیه فعال شد، چون 90% این سفر به ترکیه است. دم عید ما سالی یعنی 500-600 هزار نفر، 300 هزار نفر به ترکیه سفر می. خب جامعه که مالیات سنگین ببندن که ارز کشور خارج نشه، خب مالیات خارج از کشور ببندن، حالا به قولت میگیم زخ اومدن چیکار کردن؟ پاداش هم، یعنی پاداش میدیم به کسایی که اقتصاد ما رو ویران کنن، پاداش میدیم که به کسایی که ما رو فقیرتر کنن، ذلیلتر کنن. اقتصاد ترکیه که دشمن ماست، دشمن تشیع، دشمن غزه است، دشمن فلسطین، همدست اسرائیل، اقتصاد شکوفا بشه به چه بله حقی؟ بله طبق چه معیار؟ حالا این زن یک کیشه، ما حالا شما چون گفتگو را بردیم به این طرف، ما کشیدیم به این زن. ما اصلا میخواستیم از جای دیگه شروع کنیم و حتی اشاره هم به این موضوع میگه. من حرفم اینه که ببین واقعا مردم ایران در سرزمین خودشون غریبن، مردم ایران در سرزمین خودشون غریبن. این برمیگرده به حدیث حضرت علی که میگه انسان فقیر در سرزمین خودش غریبه و هیچ کس محلش نمیذاره، قشر مستضعف بلندگو نداره، غریبه، کسی اصلا تحویلش نمیگیره. این 70-80% مردم ها بلندگو ندارن. صدا سیما که بودجهش 5-6 برابر کرد، این اخیرا هم 50% اضافه کرد، این همه هم 24 ساعت داره تبلیغ میکنه. شما ببینید اصلا رادیو تلویزیون ما شده فقط تبلیغات، 24 ساعت تبلیغات. خب هزینه سنگین، درآمد سنگین، خب باید هوای سرمایه دارا با نمیدونم اون مفت اون کسایی که به هر حال من نمیخوام چیز درست کنم، آخه ما از کجا بنالیم؟ دست رو هرزه بزنیم اون از اونجا بعد. آقای رئیسی به خدا قسم تورم جنایته. این تورم فرق نمیکنه، سرزمینی که توش تورم فرق نمیکنه با غزه. اونا یه جوری لت و پار میشن، اینجا هم که تورمه یه جوری مردم فقیر لت و پار میشن. چرا نمیتونید درک کنی؟ مگه این درک این مسئله پیچیده است؟ شما میایین 20% به حقوق کارمند اضافه میکنید، قبل از سال حدود 30-40% تورم میبرین بالاتر، یعنی هیچی که اضافه نکردین، 10% از حقوق کارمند بدبخت هم دزدیدین. دزدی که دزدیدن که شاخ و دم نداره که، خب اینم یه نوع دزدیه دیگه. دزدی یعنی چه؟ یعنی بیا یه کاری کنیم، مون تا یه روز دزدی میرفتن از دیوار بالا مال مردم ها میدوزیدن، حالا با این روش های پیچیده بانکداری و تورمی و بورس داره اینا مردم ها میدوزن، مردم ها میچاپن. این چه هنریه؟ این کجاش عدالت حضرت علیه؟ این کجاش مردم داریه؟ این که شما و هم مدام این سفر این اون استان این استان دست رو در نکنه خدمت میکنین دو اینا، ولی این وقتی وضعیت دلار اگه شما هزاران برابر بیش از نم بدون اصلا به چش نمیاد، به چش مردمی که میدارن متنفر میشن، میگن این کار اصلا تو باغ نیست، نمیدونن داره چی به سر ما میاد. مگه شما وضعیت فروش نفتتون چجوریه؟ وضعیت صادرات وارداتون که میگه بالاتر از قبله. ما 4-5 ساعت پیش با حقوقمون میتونستیم یه سکه بخریم، الان با حقوقمون 1/4 سکه میتونیم بخریم. یعنی تیم 5-6 ساله ما 4 برابر فقیرتر شدیم تو دولت شما، تو دولت شما ما 4 برابر فقیرتر شدیم. شما حالا وقتی منوالتون این باشه، حالا هرچی هم برین کارخونه این بر افتتاح که اینه بعدن قولنم خیلی هاشون دواره ورشکست میشن چون کسی پول نداره چیز از اینه بخره. آقای دکتر از اونم یه حالا ما باید یه خورده منصف هم باشیم. الان گفته میشه که آقای رئیسی خیلی از تولیدی هایی که مرخص شده بودن در زمان روحانی اینا رو دوباره بازگشایی کرده و کاری کمکشون کرده که اینها دوباره تولیداتشون رو و حالا فعالیتشون رو آغاز کنن و کارگر استخدام شده یا حالا متخصص اینا، تا جایی که الان
برخی از کارفرماها مینالن از اینکه نیروی کار ندارن، نیروی کار پیدا نمیشه. و یه دونه کلیپ بر من فرستادن، طرف داره میگه که من یه کارگر میخوام، 15 میلیونم حاضرم بهش حقوق بدم، ولی نیستش. حالا 15 میلیونم واقعا عددی نیستش الان، وقتی که میگن خط فقر در تهران الان چقدر، 30 میلیونه، چه میدونم 40 میلیون، همطور هر روزم داره میره بالا دیگه، حساب کتابش از دستمون خارج شده. ولی بازم نیروی کار نیستش. خب یعنی اینکه در واقع بیکاری کاهش پیدا کرده خیلی زیاد، حالا دلیلش حال چیه؟ زمانه یک کلیپ دروغه، یعنی که شرایط کار ایشون خیلی سخته. مثلا توی کارخونه شیمیایی، نمیدونم یه کارخونه چیز کجاست، حالا آقای دکتر، نه پرتو پر. اون دروغ نیستش. ببینید، من خودم دیدم با چشم خودم تو کرج که راه میرفتم، پشت مغازه، یا تو تهران پشت مغازه نوشته بودن ما نیازمند هستیم به یه، مثلا یه کسی که دفترداری کنه، یا یه کسی که حالا فروشنده باشه، و در حقوقش هم نوشته بودن. و شما بارها اونجا رد می شدی، می دیدی هنوز نیستش. نه، یکی من از توضیح دلایلش، بهتون میدم. نه من یکی، توضیح بله اینا بفرمایید، بهش میگن، اینا بفرمایید بهش میگن اقتصاد دیابتی. حالا برای توضیح میدم بفرمایید یعنی چی. بفرمایید. ببینین کار هست، ولی با این مبلغ برای هیچ کس نمیصرفه بیاد سر کار، حتی پول کرایش هم نمیشه. مثلا با 10 تومن، با 12 تومن آدم بره فرقی تو زندگی میگه، میرم هم خونه ننه بابام زندگی میکنم. اینا بهش میگن باعث میشه زن بیا بیماری دیابتی اقتصاد. چرا؟ چون دیابتی ببین قند تو خون خیلی بالاست، 500 600 است، و هم قندی که باید 100 باشه میرسه 500 600، ولی سلول ها نمیتونن استفاده کنن. کارگر ماهر که رفتن، همه عمده کارگر ما 5 6 میلیون تا 10 میلیون آمار درست حسابی هم که نمیدن، که رفتن الان خیلی بیمارستان پرستار، چون واقعا با این نرخ با 7 8 تومن ارزش کار کردن نداره. یعنی این بابا میگه من یک ماه برم 7 8 تومن، اول که از این ور تهران بخوام برم صبح بلند شم برم از تهران، حدودی فقط 200 300 هزار تومن پولی کرایمه. حالا نه با اتوبوس و اینا بخوام برم که 2 3 ساعت تو راه مرتب، چی این کار رو میکنه؟ حالا 200 300 تومن، نه 100 تومن، نم یه غذا باید بخورم اونجا که نمیتونم برگردم زور کنم. غذا الان کمتر از 150 تومن نیست، بخوام برگردم چیزی براش نمیمونه. الانه باید چف حقوق چیزی هلوش 30 میلیون 35 6 میلیون باشه، اصلا بصرفه دیگه بره سر کار. واقعا نمیصرفه بره سر کار، برای همین می نویسن، ولی هر چی میاد فکر میکنه نمی صرف، براش فایده نداره. بره رو همه اسنپ کار کنه، نمیدونم بره خوش خونه مامانش بگیره بخوابه بهتره. مگر اینکه اینقدر یه کسی در به در و بیچاره باشه، اینقدر دیگه محتاج باشه که دیگه به این دریوزگی و به این خفت تن بده. یه واقعیته. حالا ببینین، ما تجربه به ما ثابت کرده وقتی این دلار، خیانت ها دولت میکنه دا. ببینید چون مشاغل آزاد بالفور با تورم زمانه نرخ کارشون رو میبندن. یه پرینتی که بوده 50 تومن الان 3 تومن میگیرن. یه کاغذ ما قبلا میرفتیم، ما دانشجو بودیم، 50 تومن دیگه، ما آخرش 100 تومن 2 3 سال پیش پرینت میگرفتن، الان قشنگ 3 تومن میگیره، 30 برابر شده. خب یه کارگر که حقوقش 3 تومن بوده اون زمان، فوقش شده 7 تومن، 2 برابر، در صورتی که باید 30 برابر بشه اگه انصاف. چرا آهن که دلار میره بالا دلار میشه 3 برابر 4 برابر، آهن زودتر میره بالا، خب چرا حقوق کارگر نمیره باش بالا؟ بله. چون کارگر فقیر را تو سرزمین خودش غریبه. حضرت علی میگه بابا انسان فقیر در سرزمینش هم قد این مملکت که ادعای امام زمان امام علی، هیچ کس به داد کارگر به داد مردم فقیر نمیرسه، فقط به فکر ثروتمندان، فقط و فقط به فکر ثروتمندان. منت کارخونه زدن ها سر ما نذار، سر مردم بدبخت بیچاره نذار، سود و فولش و ایناش میره تو جیب کسی دیگه، تو جیب کارگر بدبخت، نم کارگری که 7 8 تومن میگیره.
چه فرقی حالا براش کنه؟ هزاران کارخونه بزن، وقتی نرخ زندگی هولوشیش 30-40 میلیون تومنه، حالا تو 1000 تا کار، بابا بیا زندگی یا درست کن، بیا اقتصاد درست کن، بیا حقوق درست کن، بیا حق این حالا آقای مردم دکتر، محدود. درست، شما راه حلی هم دارین؟ ما غر میزنیم، بگیم به آقای، به چه رئیسی، قول به آقای میزنیم؟ رئیسی بگیم چی کار کنه. نه، میگم که غر داریم میزنیم به جا، به حق. بابا مطالبه حقوق داریم. کنید حداقل یه سکه نرخ هم نگه، چون اگر نرخ ریالی بگه فردا این کارخونه بزرگ با همدستی این بانک های خصوصی که این همشون دستشون دست هم 20% تورم میزنن و این از بین میبرن، 20% رو حقوق کارمند گذاشتن. الان همین اول سال دلاری که حدود 50 تومنش بود 60 تومن، یعنی چقدر؟ یعنی 20% تورم ایجاد کردن. حالا این ابتدای سال، بعدی سال قطع ساز قرار 50% گرون کنن، فلان 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 فلان، دلار تورم میره بالا 50-60، تورم واقعی هولوشی 60-70%، 50-60 بالا ببینید، اختفاله. من یه مقاله اینجا داشتم میخوندم، این سخنگوی اقتصادی مجلس چی بودش، آقای حیدری، این نماینده داره میگه که دلار دست کسانی است که تو تلگرام هستن، یه مافیای تلگرامی، ولی من نمیفهمم اینا چرا نمیتونن اینو کنترلش کنن. میگه این نماینده با اشاره به اقدامات احتمالی مجلس در این زمینه گفت ما در زمینه قانونگذاری برای مبارزه با فساد قانون کم نداریم، چرا که این موضوع یعنی دلار تلگرامی مصداق بارز فساد است و ما نیازی به قانون جدید نداریم. و اتفاقا اینجا جالبه، انباشت قانون هم داریم که خود یکی از معضلات کشور ماست، یعنی اینقدر قانون گذاشتن که دیگه جا نداره، اما دولت باید در اجرا برخورد بکند. آنچه در جامعه و کشور ما مشکل است، مسئله عدم اجرای درست قوانین و از طرفی هم نیز انباشت قوانین است. آره، قوه قضاییه کجا؟ چرا خیر اینا رو نمیگیری که قانون اجرا نمیکنن؟ البته اگر واقعا دولت هم نیاز احساس بکند که خلایی وجود دارد، کافیست یک لایحه دو فوریتی به مجلس بدهد و مجلس هم آمادگی دارد که همکاری مطلق را در این زمینه با دولت انجام بدهد. خب در هر صورت، وی با اشاره به اینکه بعد از تاکید رهبر انقلاب، مجلس هم امروز در قالب نطخ‌ها و صحبت‌های نمایندگان حساسیت خود را نسبت به این موضوع دلار تلگرامی نشان داد. خب در صورت مجلس آمادگی دارد، ولی اینا رو الان خیلی سال است دارن این حرف رو میزنن. اون کمیسیون اقتصادی مجلس هم اینا هم به درد نمیخوردن، به درد پشیزی نمیخوردن، چون کاری نکردن. وقتی قانون شما بذاری انباشت قانون بشه ولی هیچ کدومش به درد نمیخوره، هنوزم میتونن سرپیچی کنن. خب یه مشکلی هست دیگه، تو قوه مقننه یه مشکله، تو قوه قضاییه یه مشکله که دنبال مجرما نمیرن. من که نمیفهمم چه مکانیزمی اینجا هستش که نمیتون حریفش نیستن. و در هر صورت یه نکته آقای دکتر، من مطمئنم مثل این روز برای من روشن، اینجا آفتابه، خب مثل این روز برای من روشنه که اون جریان صهیونیستی پشت تمام این افزایش قیمت دلار رو اینا تو بازار آزاد هستش. حالا در اصل نمیدونم که شما نظرتون چیه، تمام اینا زیر سر ایناست، زیر سر اون آنوسیاست، سر مدیران اقتصادی کشور. خب اینا کی هستن؟ اینا چه کسانی هستن آقای دکتر؟ مدیران اقتصادی کشور، از خب وزیر اقتصاد بانک مرکزی تا خب یه سوال خانم زمانی، بیان به من بگن برای چی چی ارز مسافرتی کردن 1000 دلار، برای چی چی 30 میلیون میریزن تو حلقوم ثروتمند، برای چی تشویق میکنن ارز مملکت بره تو ترکیه، اصلا موقعی که اینو سالی. اعلام کرد آقای ببینید خانم زمانی، بله بیشترین سفرهایی که میشه اول ترکیه است، بعد تایلند، دبی که دشمن ماست، خب اینجا هاست. چرا پول ما باید برن اونجاها؟ آباد چرا یه کنه کاری اونجا نمیکنه رو. که توریست بیاد داخل؟ یه جور سیاست نمیذاره که توریست بیاد داخل کشور. چرا تشویق میکنین مردم؟ اونم چی؟ به خدا مثلا این مردم تو کوکیل با رحمت، توی سیستان بلوچستان، توی جنوب کرمان، بیرجند، اینجا یه ماشین هم ندارن، یه موتور هم ندارن،
هیچی ندارن، اصلا نمیدونن داستان چیه، یه فرودگاه رو تو عمرشون ندیدن. از اونورم تهرانی ها، یا عمده از تهرانی ها، یا پاشون شماله یا تایلنده، حالا حساسیت ایجاد نکنه اصفهانی، مشهدی، مشهدی یکی از همه بد، این جایی که تمرکز ثروت و تمکن، همه قانون هم جوریه که به نفع این قشر ثروتمنده. چرا؟ خب همینه، فقط به ما توضیح بدم، ما واقعا قشر نمیخوام. یه چیزم بیاد به ما بگن که چجوریه کارگر با 7-8 تومن با این تورم زندگی کنه. ببینیم بانک های خصوصی جوری اقتصاد ایران چیدن، با همدستی همین مدیران اقتصادی ایران، که هر سال دم عید 30-40% ثروت مردم ایران با یخ و ترشی بالا میکشن. تورم یعنی همین، دولت هم بعدش نمیاد با اینا، بخوای یا نخوای دستشون توی کاسه است. واقعیت خب در هر من حالا صورت کاری، در هر صورت حرف خیلی زدن، حرف خیلی زدن، مجلس که مجلسی هست که هیچ کاری نکرد، با اونا هم خیلی مواقع هم کاری کرد، خب مردم جوابشون رو دادن و اینا رو گذاشتن. مثلا شما بیشتر نماینده که رفتن کنار، نماینده بودن که تو زمین های اقتصادی کار میکرد، مردم گذاشتنش کنار. حالا وقتی یه مسئول خودش فاسده سا، این فسادی که اون داره فوقش مثلا 2 میلیارد، 3 میلیارد، 30 میلیارد، 100، ولی عواقب وحشتناکی که دیگران میگن وقتی فلان رئیس خودش فاسده ما هم بریم بسازیم، وقتی این شدت فساد میرسه به هزاران هزار میلیارد. یعنی هر کس الان متاسفانه ادارات ما غرق فسادن. ما از نظر فساد اداری طبق آماری که سازمان های بین المللی میدن رده آخر، تقریبا جز رده آخر جهان، شاید فقط عراق و یه دو سه تا کشور دیگه بعد ما باشن. خب با این همه دستگاه و دیجیتال و این همه اداره، خب اینا چی میکنه؟ اینا کجاست؟ جامعه که آقای رئیسی بشینه تهران اینا رو درست از این شهر به اون شهر، بعد هم میبینم برشیخته دست به هورا میزنن فکر میکنه خبر، با اینا حرکت های پوپولیستیه. مگه زمان روحانی همین کار نمیکرده؟ حالا روحانی اصلا جرأت داره بیاد جلو مردم، آقای رئیسی یه کاری کن که بعد از رئیس ریاست کنار جرأت داشته باشی بیاد میونه مردم. واقعا حالا آقای حالا دکتر رو نگاه نکن برای دست میزنند و جلو ماشین نم گوسفند قربون، اینا همش ساختگی، اینا همش نمایش است. اون کسایی که میخوان طرز فکر تو رو شکل بدن، بیا وایسا به داد مردم برس. حالا حقوق باید بر مبنای پول طلا باشه، یعنی بگن آقا دیگه با پول بزنین چنا، بگن آقا یه سکه پول کار، آقا نه 3/4 سکه طلا، حالا هرچی میخواد تورم بره بالا. چرا هرچی تورم بدبختی مال کارگره و هرچی خوبی تورم برای کارخونه دار و قشر ثروتمند و دارا، و چرا اینقدر شکاف طبقات ایران شدیده؟ چرا؟ چرا هزاران ما بار از اینها حرف زدیم فایده ای هم نداشتیم. امیدوارم این نماینده مجلس بیان یه مقدار پاشنه بدن پا گلوی این تیم اقتصادی، این مدیران اقتصادی، مخصوصا این مدیران میانی که عمده بدبختی ما از این جمعیت. حالا در هر صورت من واقعا بخش مهمی از این کاستی ها و این کارشکنی ها و این شرایط نابسامان اقتصادی رو واقعا از اون جریان آنوسی میدونم، جریان پنهان. ولی من کلی برنامه ساختیم، چه با آقای عطا بهرامی چه خودم، و پیشنهادهایی که همه مردم خواسته، همه خواسته اون کسانی است که دلسوز کشور هستن. اول از همه ما میخوایم یه پیشنهاداتی بدیم، تگ نرخی کردن نرخ ارز، یعنی دلار نمیدونم چند نرخی و این چیزها رو باید بذارن کنار، و این داستان انحصار ارز به یک کسانی که میرن واردات انجام میدن و پولش معلوم نیست که کجا میره، به حساب کی میره، چی میشه، اینا هم باید روشن بشه. جریان بانک‌های خصوصی که هنوز رو هواست، آقای فرزین این همه قول و وعده داد، هنوز چیزی ندیدیم. بذل و بخشش کردن ارز که از موقعی که همین آقای فرزین اعلام کرد که 1000 دلار میدیم به اینا، ارز رفت بالا قیمتش. بابا جون، بازار عرضه و تقاضاست، هر چیزی که کم بشه تو بازار قیمتش میره بالا. وقتی شما دارین بذل و بخشش میکنین، خب همین میشه.
و یه نکته دیگه، من نمیفهمم آقای دکتر در تایید حرفای شما، گله و شکایت های شما، چرا اینا یه تیک زمین نمیدن به کسانی که خونه ندارن، هنوز اجاره نشین هستن؟ مگه اینا ارث باباتونه، ارث پدرتونه؟ چرا یه تیک زمین نمیدین به هر کسی که خونه نداره و بدبخت بیچاره اجاره نشینه، هر سال باید خانه به دوش، از این خونه به اون خونه؟ خود اسباب کشی میدونین چقدر اعصاب مردم خراب میکنه، چقدر وقتشون رو میگیره، چقدر هزینه بره، چقدر استرس آوره. یعنی میخوام بگم که دولت آقای رئیسی میتونست محبوبیت خیلی بالایی رو برای خودش بخره خیلی آسون. یه تیکه زمین بده به یه تیک زمین بدن به مردم، یه جاهایی رو در نظر بگیرن. این دیگه سخت بودش، کار سختی بود آقای رئیسی. من نمیدونم که چرا این کار رو نمی کنن، داستانش چیه؟ در حالی که ما یه کشوری هستیم مثلا زمین کم نداریم، 1% زمین های ایران مسکونیه، 1% از جغرافی های ایران. چرا زمین نمیدن به مردم؟ همین کارا رو میتونستن بکنن، یه خورده بار مالی رو، این استرس های مالی رو از دوش مردم بردارن. آقای دکتر بفرمایید، ببخشید منم. نه خواهش کنم، یه به احوال ما بیش از سر مردم در نهاریم انشالله. خب ای حالا کاش مسئولین میفهمید که تورم یعنی جنایه، تورم یعنی همه اتفاقاتی که تو غزه میفته، منتها اینا یه جور دیگه است. باید چشش رو بکنه که ببینه همون اتفاقات داره. بعد میینه مردم به دین، به خدا، به اسلام، به رهبری. مگه رهبری نگفت که بنگاه ها چیز نکنن، کار بانک ها کار بنگاه ها داری نکنن؟ خب چرا به هنو میکنن؟ تو مگه هی مدام نمی من پیرو به رهبری، من غرق رهبری هم، چرا این الان 3-4 سال چه اقدام میکرده؟ نه چرا پونتو، بانک های خصوصی که خلق نقدینگی میکنن دا درشون نمیبندیم؟ چه مردم بیچاره باید هزینه شو بدن؟ بله کارگر بدبخت برج 7 تومن 8 تومن میگیره، چه جوری رود میشه آقای رئیسی به کارگر 7-8 تومن؟ شما مسئول در نهایت، شما در نهایت مسئول. تو نه بیا برای من این معادله یه مسئولی حل کن، بماند معادله 10 مسئولی 20 مسئولی اختصاص. یه کارگر با 7-8 تومن چه جوری زندگی؟ یه ده کارمند با 10-12 تومن چه جوری زندگی؟ بله اصلا ده نمیدونم. نه و نمیشه. میشه دادا، نه اینکه نداشته باشیم، چرا همه چی هست، منطقه برای ثروتمند هست 30 میلیون 30 میلیون بریزه تو حلقومشون، برای کارگر بدبخت نیست. نیست بله یاده اون یه دوستی داشتیم چیز بود، رئیس دبیرخونه ستاد مرکزی دانشگاه بود، میگفت که قوانینی که از بالا می اومد بیشتریش حمایت از قشر ثروتمند دانشگاه، مثل دکترای مثلا خیلی حقوق بالا بگیر و اینا بود، که اینا را قانم 20% به حقوقشون اضافه، نم پاداشه چی چی بده، نمیدونم ایدانیه چی چی بده، فلفور اینا تصویب میشه. بعد میگم بلاش قانون نمیگه آقا 2000 به این کارگر بدین، به این نظافتچی ها بدین، به این پیمان کار بدین، راحت میشه، پول نداریم. جالبه این بار مختصر پولی ها نداشتند، ولی اون میلیارد میلیارده که بریدن تو حلقومی فلان متخم، این در واقع درد کل اقتصاد ایرانه که پول برای ثروتمند و برای ریخت و باش، برای آقای خارج، برای دکتر ببینید، اینا دو تا مدل اقتصادی تو ایران اینا رو انجام دادن، یعنی مدل های اقتصادی ایران، یا فریدمنیه یا کنزیانیه، هر دو تاش هم مال نمیدونم باشگاه و مکتب شیکاگو و آمریکایی و کاپیتالیسم و ایناست. من نمیدونم چرا خودمون، خود جمهوری اسلامی ایران نیومد یه مدل اقتصادی ابدا کنه، اینا رو بذاره کنار، یه مدل اقتصادی که برای نفس ایرانی، برای طبیعت ایرانی، برای ایران و ایرانی درست باشه، برای تفکر ایرانی، خب برای تفکر جمهوری اسلامی. آخه جمهوری اسلامی وقتی میگیم معنا داره دیگه. من فکر میکنم اون چیزی که در ایران اجرا شده بدتر از آمریکاست. بدتر از آمریکاست. خب در صورت ما گله هامونو کردیم، آقای رئیسی پیشنهاداتمون هم دادیم، در هر صورت من به شما دو بار رأی دادم. بار اول که خب سخت بودش، تو صف وایسادیم که با همه جنگیدیم که به شما رأی بدن، خودم رأی دادم، اونای دیگه رأی دادن به روحانی. بار دوم نزدیک بود کتک بخوریم، فوش خوردیم و اینجا تو لس آنجلس برنامه من گذاشتم اونجا، در
پناه پلیس آمریکا رفتیم، رأی دادیم و یه مش عراض لوباش میخواستن کتکمون بزنن اینا، چقدر فوش خوردیم. خب من به شما رأی دادم با این شرایط، ولی این راهی که شما دارین میرین با انتخاب مهرهای ناکارآمد در دولتتون، هر چقدر هم که خودتون آدم خوبی باشین، مصلح باشین، ولی انتخابتون درست نبوده. بنابراین شما الان به زودی میشه 3 سال که رو کار هستین. خب مطمئن باشین دفعه دیگه نمیاین، دفعه دیگه انتخاب نمیشین. من یکی که به شما رأی نمیدم، همین راهو ادامه بدین، مگر اینکه واقعا بیاین انقلاب بکنین، یه کارایی بکنین. من یکی به شما رأی نمیدم و هر جام که بتونم میگم که به شما رأی ندن اگر که بخواین برین خودتون رو نامزد بکنین. در هر صورت ما امیدواریم که یه جهش و جنبش و خیزشی از طرف شما و دولتتون ببینیم. این دیگه واقعا توجیهی نداره. یعنی اینقدر ما پیام میگیریم، منو الان میدونین منو سرزنش میکنن، تو رفتی به رئیسی رأی دادی، حالا ببین. حالا خب دیگه میخوام بگم منم دیگه واقعا سکه یه پول شدم اینجا. خب در صد آقای دکتر، من از شما تشکر میکنم. اگه حرفی دارین برای پایان، پیشنهادی دارین بفرمایید. نه من حرفی ندارم، از همین خدافظی میکنم. خدافظ آقای دکتر، در پناه حق باشین. اینه دو دولت ها دامه خدمت گذارم هستن، در کارهای خوبم شده، ولی ببینیم اگر دولت به هزاران کارخونه و جاده و دلار رو نتونه کنترل کنه، نتونه حقوق چیز کنه، درست حقوق ببنده، عاقلانه و واقعا منطقی، اینا هیچ فایده نداره. شالله میفهمی، ببین شالله دولت اینه میفهمید که اگر میمد تمام هنرش امزش رو کنترل نرخ و تورم و اینا، خود به خود مردم خودشون میرفتن کارخونه میساختن، خود به خود مردم میرفتن جاده، لازم نبود تو جاده بسازی، لازم نبود تو میونه مردم هم رفتن، حدی داره دیگه. اینکه اصلا تو به هیچ کاری نرسه، اصلا نفهمی دور و چه خبره. خب اصلا من فکر میکنم که آقای رئیسی رو میفرستن دنبال نخودسی ها، خودشون کارایی که بخوام بکنم. ببخشین آقای رئیسی، من واقعا نمیخوام به شما توهین کنم یا حرف بدی درباره خودتون بزنم، شخص خودتون، ولی خب در هر صورت این واقعیت های کف جامعه است. آقای دکتر از شما تشکر میکنم، این برنامه رو میبندم. در پناه حق باشین، پسن یادتون باشه به اشتراک گذاشتن و نظرتون رو بنویسین. در پناه حق.